شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم همراه ما شده. شنیدید که ماجرای سفر امیر عبداللهیان به روم، شهری که شما هستین، چگونه لغو شده. از طرف دیگه دیروز شاهد بودیم که خب جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن اخراج شد. چند هفته پیشتر از اون شاهد بودیم که کمیته حقیقت‌یاب در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای رفتار جمهوری اسلامی با معترضان تشکیل شد. این رویکردی که جهان، جامعه بین المللی در قبال ایران گرفته رو شما چطور میبینید؟ به چه سمتی داره میره؟ درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. آنچه که اتفاق میفته این هستش که در نهایت جامعه بین المللی اومده شروع کرده به سیاست ورزی، یعنی این همیشه این بیانیه هایی که میدن در محکومیت رو اومده تبدیل کرده در یک بُعد عملگرایانه قرار داده و داره با اینها سیاست ورزی میکنه. و اتفاقی که میفته این هستش که یکی از بحث هایی که همیشه مطرح بوده برای اینکه روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی قطع بشه و یا اگه قطع نباشه به کاهش، به حداقل کاهش پیدا کنه، این الان نمود عملی پیدا کرده. بخاطر اینکه ببینید در قضیه سفری که شما میگید، اولا خبرگزاری‌های حکومتی و مدیا، رسانه‌های حکومتی، خب طبق معمول یک سری ادعاهایی دارن که اساساً بی‌پایه است و مشخص نیست و هممون می‌دونیم که اینها در نهایت بخش عظیمیشون دروغ هستن. اما اطلاعاتی در دنیای آزاد، جریان اطلاعات در دنیای آزاد چیز دیگه رو نشون میده. کنفرانسی که آقای امیر عبداللهیان در روم قرار بود در شرکت کنند، کنفرانس گفتگوهای مدیترانه‌ای، کنفرانسی که هر سال در روم برگزار میشه به غیر از این دو سال گذشته به خاطر پاندمی و از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. پیش از این هیچ وقت وزرای خارجه ایران آقای ظریف یا به نمایندگی از ایشون آقای سجادپور کسی نبوده که این کنفرانس رو از دست بده، به خاطر اینکه در کنار اون بیان اون نظراتشون و در کنار به نوعی سیاست‌های توجیه گرایانه‌ای که بیان می‌کردن، این نشست‌ها براشون اهمیت‌های اقتصادی بسیاری هم داشت. در کنار این سفرها قراردادهای بسیاری همیشه امضا می‌شد. اما اتفاقی که می‌افته این هستش که در قضیه روم به شکل خاص ما قبل از این از جمهوری اسلامی رویه‌های دیگه‌ای رو دیده بودیم که پیش از سفر مقام‌های رسمیش از وزارت خارجه اون کشور درخواست این رو داشته باشه که در هنگام سخنرانی، در هنگام سفر این شخص مسئول که داره میاد به کشور شما، از شما میخوایم ضمانت کنید که در اونجا هیچ اعتراضی برگزار نمیشه. و دولت فعلی ایتالیا و وزیر خارجه آقای تایانی ظاهرا موافق نبودند و حاضر نشدند که چنین مسئله رو ضمانت کنند و این به نوعی میتونه عمده ترین دلیل عدم سفر آقای امیر عبداللهیان به روم باشه. اما در کنار اون، وقتی که در رابطه با کاهش روابط دیپلماتیک و انزوای دیپلماتیک یک کشور صحبت میکنیم، اینها گامهای اولیه‌شه که وزیر خارجه امکان سفر به یک کشور برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی رو از دست بده. اینها گامهای اولیه است که کمیته حقیقت‌یابی بیاد تشکیل شه که بتونه در نهایت بیاد مسائلی رو بررسی کنه که ممکنه به عنوان جنایت جنگی شناخته شه، ممکنه به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شه، کما اینکه چنین ابعادی رو در داخل کشور داره. و انزوای دیپلماتیک به این معنی هست که جمهوری اسلامی ایران از مجامع بین المللی و ارگانهای بین المللی که در سیاست ورزی بین المللی دخیل هستن و تاثیرگذار هستن اخراج بشه و جایگاه خودشون رو در اونها از دست بدن. آقای مدرس، حالا این سوال پیش میاد که بالاخره ایران متحدانی هم داره دیگه، آیا واقعا روسیه و چین میتونن این انزوا رو و این فشار جامعه بین الملل رو جبران بکنن؟ آیا اصلا ایران میتونه یه بلوک متحد با اونها تشکیل بده؟ خیلی کوتاه ممنون میشم. سوال اصلی اینه که آیا روسیه و چین هرگز متحد ایران بودن یا نه؟ به خاطر اینکه شما وقتی که نگاه میکنید به سابقه روابط ایران با روسیه و ایران با چین، جمهوری اسلامی مختصر منظورم هست، شما میبینید که اساسا یک رابطه دو طرفه نبوده، یک رابطه بوده، روابط دیپلماتیک یک طرفه بوده که در اصل یک چیزی به اونها دیکته شده، چه در قضیه سرمایه های بلوکه شده ایران در چین، چه در قضیه استفاده استراتژیک روسیه از جمهوری اسلامی در حمله به اوکراین. میبینید که در نهایت با اینکه این کشورها نظام های اقتدارگرایی دارن، اما در صدی از عقلانیت در قبال سیاست خارجی و در قبال مردمشون در اونها وجود داره که این درصد در نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی حتی دیگه به کل از بین رفته و هیچ روند عقلانی ادامه پیدا نمیکنه و اساسا ما منفعت مشترکی دیگه با روسیه و چین نمیتونیم داشته باشیم. ممنون از توضیحات شما، شاهین مدرس.